ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات برای خانواده های جان باختگان سیلاب های اخیر 700 هزار افغانی پول نقد توزیع کرده است. مسئولان این اداره میگویند هفتن در اثر جاری شدن سیلاب ها در نقاط مختلف ولایت هرات جان باخته است. از سوی هم شماری از متضررین سیلاب ها میافزایند که سیلاب ها خسارات هنگفت به آنان وارد کرده است. خانواده هایند که سیلاب های اخیر از آنان قربانی گرفته است. این خانواده ها میگویند در اثر جاری شدن سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، خسارات هنگفته مالی نیز بر آنان وارد شده و دار و ندارشان را از دست دادند. آنان ضمن ابراز خرسندی از کمک های صورت گرفته از سوی حکومت امارت اسلامی، خواهان رسیدگی بیشتر دولت و نهادهای مددرسان دیگر گردیده است. بعد بچه ما شهید شد، یعنی خانوار داره، زن داره، بچه ها داره، بچه های ریز یست، خورد یست، فقط دیگه سرپرست نداره، سرپرست خدا یک اومه است. خدا رو شکر همین یک لک فیلان ما به دست ما برسیده، این مشکلات برطرف میکنه، انشاءالله ما همینجور که هستیم دیگه هم کمک های ما بشده. سلاب آماد، برادر ما، برادرزاده ما رو کشت. به غیر اللواسی بر زندگی چی نموند، یعنی آرد خوردنی و رخت پوشیدنی و خونه که سر بودن هیچی نمون، تا گاب و گسپنده که داشتن مثلا بردش رفت. در همین ارتباط مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات میگویند هفتن در اثر جاری شدن سیلاب در پرسپولی های ادرسکن و به پشتان زرخان و ناحیه نهم شهر هرات جان باخته است. این مسئولان میافزایند برای هر خانواده جان باخته 100 هزار افغانی کمک توزیع شده است. او اولیا کومکونه مردی ته کړی دی، اولیا کومکونه کومر لکه خیمه کمپلان نور داش پسخانی سیټ هرڅه ضرورت سامانونه چې هغه مردی ته ور کړی دی، خیمه مور کړی دی، وړه غړی مور کړی دی، پیسې مهم کم تعداد دی ور کړی دی. اولیا کومکونه استراری کومکونه مرد دی سره کړی دی، دا ورسته هغه چې دی وسخه جوړ کړی دی، ورسته دی ته مرد هغه یو لکه افغانی د مرکز د خواد د سر مرسته کړی د امارات اسلامی افغانستان. با این همه مسئولان محلی هرات میگویند سیلاب های امسال در 6 ولسوالی 250 خانه را تخریب و جان هفتن را گرفته است. آنان تصریح میکنند برای متضررین افزون بر کمک های اول اضطراری تا چندین مرحله پول نقد نیز توزیع گردیده است. در ولایت هرات متاسفانه در سیلاب های اخیر ما به تعداد 250 خانه تخریبی داریم و همچنان متاسفانه در سیلاب ها به تعداد 7 نفر شهید داریم و برای متضررین و همچنان برای شهدا طی چند مراحل کمک شده. گفتنی است که در افغانستان همه سال شمار زیادی از مردم قربانی از سیلاب های شدید ناشی از باران های موسمی می شوند. بسیاری از خانه های کمدتن در مناطق روستایی در مسیر جریان سیلاب قرار دارند، بیشتر در معرض خطر سیلاب می باشند.